سایت‌ها و روزنامه‌های رژیم خبری را منتشر کردند که در آن یک نماینده مجلس رژیم خبر از گم شدن 9 میلیارد دلار را داد. خبر شوکه کننده‌ای که فضای مجازی را در نوردید. عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس رژیم گفت 11 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده است. از این مقدار تنها 2.5 میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار آن چه شده است. یوسفیان به طور کاملا مبهم میگوید 11 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده است، اما اینکه به چه موضوعی اختصاص داده شده، به چه کسانی داده شده، هیچ توضیحی نمیدهد و موضوع را مبهم باقی میگذارد. اما اینکه چطور امکان دارد یک چنین گمشدن‌هایی رخ بدهد، باید به سیاست قیمتگذاری ارز در این رژیم بپردازیم. رژیم مدعی است که به خاطر واردات کالاهای اساسی نتوانسته است دلار را تگ نرخی کند، به این معنی که دلار را چند نرخی کرده که دلار 4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده است، در حالی که افزایش قیمت‌ها در بخش کالاهای اساسی برای مردم بسیار محسوس است و سیاست تعیین نرخ ارز هیچ سودی برای مردم نداشته است و در واقع یک منبع عظیم راندخاری برای کارگزاران و مهرهای رژیم می باشد که دلار به قیمت 4200 تومان را دریافت می کنند و در بازار آزاد با سودهای نجومی می فروشند. روزنامه حکومتی شرق در این باره نوشته است چه کسانی تصمیم گرفتند در یک اقدام بی سابقه در چند روز 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به گروه‌های مختلفی که بعضی از آنها وجود خارجی ندارند و به موارد غیر ضروری اختصاص بدهند. به کار بردن واژه‌های نظیر گم شدن یا غیر شفاف بودن چیزی جز بازی دادن مردم نیست و تجربه اثبات کرده است که مهره‌ها و کارگزاران رژیم با همکاری کامل دست به این غارتگری‌ها می‌زنند، چون این پولی نیست که حتی به لحاظ فیزیکی گم بشود. برای درک بهتر 9 میلیارد دلار اجازه بدهید آن را بررسی کنیم. بیش از 75 کشور در دنیا وجود دارد که درآمد سالانه آنها از 9 میلیارد دلار کمتر است. بودجه عمرانی در سال 97 نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان است، یعنی با دلار 10 هزار تومانی 6 میلیارد دلار می باشد. درآمد رژیم در سال گذشته 180 میلیارد دلار، یعنی 65.8 میلیارد دلار نفتی خالص، به اضافه 32.3 میلیارد دلار غیر نفتی خالص، به اضافه 10.4 میلیارد خدمات. پول گم شده 8.5% درآمد ایران می باشد. با توجه به اینکه هر اسکناس 100 دلاری 1 گرم وزن دارد، اگر این پول را به اسکناس 100 دلاری تبدیل کنیم، این میزان پول 90 تن وزن خواهد داشت. این پول با دلار 10000 تومانی حقوق 1 سال و 6.732.000 کارگر ایرانی است. این پول یارانه 2 سال و 3 ماه ایرانیان است. با این پول می توان دو بار جاده ها و زیرساخت های حمل و نقل ایران را کاملا تعمیر و استاندارد کرد. جاده هایی که الان به قطعگاه مردم تبدیل شده و روزانه ده ها نفر از هموطنانمان در آن کشته یا زخمی و مصدوم و معلول می شوند. با این پول می توان حداقل 6 ساختمان به ارزش آسمان خراش برج خلیفه ساخت. با این پول می توان در زیر ساخت های کشور مانند تهیه آب سالم برای همه، ایجاد مدارس امن، ساخت کارخانجات تولید برق، ایجاد تحول در کشاورزی و غیره دگرگونی اساسی ایجاد کرد. اما در این رژیم به راحتی این پول گم می شود. البته این نماینده مجلس رژیم که در دعوای باندی خودش این موضوع را افشا کرد، با بالا گرفتن قضیه در فضای مجازی سعی در ماسمالی کردن قضیه دارد و با کلماتی مانند شفافسازی می خواهد ذهن مردم را از این موضوع منحرف کند. الان خودت آیون میگن حدود 2 میلیارد و خوردی دلار ارز رو اعلام کردن برای چی؟ ولی حدود 9 میلیارد دلار مبهم هست، شفاف نیست. کجا رفته و چی شده؟ پس بیشتر منظورتون این بوده که در مورد این 9 میلیارد دلار شفاف سازی بشه، گم نشه. بله. بیشتر شفاف سازی باید صورت بگیره. بله، شفاف سازی بشه. بله بله. چون اعلام نمی‌کنن اینجور تعبیر میشه که فعلا گمه دیگه مسئله. پیدا وقتی نباشه نگم به چی دادن، ما آدرسی نداریم ازش، بود آدرس به ما بدن. با این گم شدن‌ها که دزدی‌های وحشیانه این رژیم است، می‌توان دید که آیا تحریم‌هاست که بلای جان مردم است یا این رژیم یغماگر با دزدی‌هایی که در دنیا بی سابقه است.
دزدی هایی که کسر بسیار کوچک آن هر کجا رخ بدهد حکومت سقوط می کند. این رژیم تماماً تلاش می کند که بگوید مشکل مردم تحریم است، اما مشکل مردم ایران رژیم غارتگر آخوندی است.